خب هدف درمانتون چی هستش؟ هدفتون این هستش که باید اول وضعیت هموداینامیک بیمارتون رو تصحیح بکنید و تثبیت بکنید. اون علت اصلی رو باید درمان بکنید. علت اصلی چی بوده؟ کلیه ها از کار افتادن و اسید تجمع پیدا کرده، کبد از کار افتاده. خب همینطور که میدونید تو مریض مبتلا به کووید خیلی از مریض های ما هستن که کبدشون صدمه میبینه، سیستم گوارش همینطور. پس اول اون اختلال اصلی رو ما باید درمان بکنیم. حالا چطوری؟ سیستم گوارشش اسهال های مکرر داره، با دارو کنترلش بکنیم، یا مثلا بیمار کلیه هاش آسیب دیده CRRTش بکنیم یا همودیالیزش بکنیم. وضعیت هموداینامیکش رو با دادن اینوتروپ ها و دادن مایعات تثبیت بکنیم. و همیشه یادمون باشه که بهترین کار این هستش که همه این بیمارا رو به نحوی منیج بکنیم که پی‌هاششون بالاتر از 7.1 باشه، و پی‌هاش 7.1 حتما نیاز به تزریق بیکربنات داره. تزریق بیکربناتتون رو باید با هدف حفظ پی‌هاش در محدوده نرمال انجام بدین، که پس بنابراین نتیجه که از این دو تا جمله میگیرید این هست که تزریق بیکربنات در پی‌هاش 7.1 به شدت الزامی هستش برای اینکه هموداینامیک بیمار چی بشه؟ ثابت و پایدار بشه. خب نکته بعدی این هستش که ممکنه که تو مریض شما هایپوکسی بافتی هم وجود داشته باشه. چرا؟ چون دیگه الان تبادلات اکسیژن ممکنه که به مشکل بر بخوره و بنابراین مریض شما افزایش لاکتات داشته باشه. حالا این لاکتاتی که افزایش پیدا کرده ناشی از چی هستش؟ از متابولیسم بیهوازیه، ولی خود لاکتات میتونه تأثیرات هموداینامیک شدید بذاره، خودش میتونه باعث گشاد شدن عروق بشه و این عروقی که گشاد شدن فشار خون بیمار رو کاهش خواهند داد. پس حتما باید اسیدوزهای متابولیک و اسیدوزهای تنفسی چی بشن؟ درمان بشن. یعنی اون اسیدوز تنفسی به دلیل اختلالات الکترولیتی و اسیدوز متابولیکی به دلیل اختلالات هموداینامیکی حتما و حتما باید چی بشن؟ درمان داشته باشن. درمان اسیدوز متابولیکی با رفع علت زمینه‌ای، حالا میتونه با دیالیز بیمار، با همودیالیز بیمار، جایگزینی مایعات اگر که اسید میزانش نسبت به مایع بدن افزایش یافته باشه، شما باید مایعات به بیمارتون بدین. بهترین مایع هم چی هستش؟ رینگر از نوع لاکتات هستش، چون لاکتات میاد توی کبد و خودش به بیکربنات تبدیل میشه، پس خودش میتونه اسیدوز رو درمان بکنه. اصلاح الکترولیت ها و اگر که لازم شد و پی‌هاش به 7.1 رسید، اون وقت تجویز بیکربنات سدیم هستش. ببینید تو بحث تجویز بیکربنات چند تا به قول معروف نگرش وجود داره. خب بعضی ها بیکربنات رو به خاطر مسائلی که داره میگذارن و آخرین در حقیقت درمان آخرین راه حل ازش استفاده میکنن، و بعضی ها خیلی سریع تر. این نگرش میتونه مثلا در افرادی که متخصص داخلی هستن یا نرس هایی که متخصص داخلی باشن به این شکل باشه که به بدن اجازه بدیم که خودش هموستازش رو ایجاد بکنه، ولی اگر که حالا افرادی باشن که متخصصین در بخش های آی سی یو باشن و پرستاران در بخش آی سی یو باشن، به خاطر اینکه اونجا حالت کریتیکال داره باید خیلی سریع درمان بشه. خب درمان سریع نیاز به چی داره؟ تزریق بیکربنات داره. حالا بعدش ممکنه که شما نیاز داشته باشین که چیکار بکنین، مثلا اینجا برای بیمارتون همودیالیز رو انجام بدین یا CRRT رو انجام بدین. علتش چی هستش؟ علتش این هستش که یک سری مضراتی بیکربنات داره، بهش میگن مضرات بالقوه تزریق بیکربنات هستش، که اون افرادی که تو اون جبهه قرار دارن که دیرتر بیکربنات رو برای تصحیح پی‌هاش به بیمار بدن، دقیقا بر همین اساس و نظرشون دقیقا بر همین اساس هستش که خب بیکربنات میتونه که این مضرات رو داشته باشه. خب مضراتش چی هستش؟ بیکربنات میتونه در حقیقت باعث بشه که عروق گشاد بشن، کپیلاری ها در حقیقت چی بشن؟ CO2 درشون افزایش پیدا بکنه، یعنی بیکربنات تبدیل به CO2 بشه و CO2 خودش باعث بشه که عروق گشاد بشن.
میتونه بیکربنات باعث تولید لاکتات بشه، میتونه باعث کاهش کلسیوم بشه چون میاد باهاش باند میشه، چون بیکربناتی که داریم از نوع بیکربنات سدیم هستش میتونه باعث هایپرناترمی باشه و همینطور میتونه باعث بشه که به خاطر اینکه عروق گشاد میشن پرمیابیلیتیشون کاهش پیدا میکنه، مایع فرار میکنه توی فضای اکستراسلولار و بیمارمون دچار چی میشه؟ دچار ادم میشه. خب اون افرادی که معمولا بیکربنات رو دیرتر تجویز میکنن به خاطر این عوارضی هستش که احیانا ممکنه که در بیمار ایجاد بشه. برای این که میزان تزریق بیکربنات رو حساب بکنیم از فرمول B6C ضرب در 3 دهم ضرب در وزن بیمار بر اساس وزن تقسیم بر 2 استفاده میکنیم. خب از موارد دیگری که ممکن هستش که در بدن بیمار اتفاق بیفته، آلکالوز از نوع چی هستش؟ متابولیک هستش که جز موارد غیر شایع در بیماران مبتلا به کووید هستش. در آلکالوز متابولیک چه اتفاقی میفته؟ سایر اسیدها در خون کاهش پیدا میکنن. چرا؟ بیمار من استفراغهای شدید داشته، یعنی HCL یا همون اسید معدهش داره چی میشه؟ تخلیه میشه. یا اینکه من بیمارم رو وصل کردم به NGTU و NGTUش رو به بگ وصل کردم، یا مریض من از دیورتیک ها و کورتون ها استفاده کرده و سایر اسیدها در خونش کاهش پیدا کرده، یا به یک دلیل دیگری یون بیکربنات در بدنش افزایش پیدا کرده. چطوری؟ اومده اسیدوز رو درمان بکنیم، تعداد زیادی، مقدار زیادی بیکربنات سدیم رو برای بیمار تجویز کردیم. حالا بیکربنات سدیم همون NaHCO3 اومده تجزیه شده به سدیم و HCO3 و سدیم که میره داخل سلول ها و HCO3 چی میشه؟ حالا اینجا افزایش بیرویه پیدا میکنه. یا اینکه چیکار کردیم؟ لاکتات زیاد دادیم به مریض، رینگر لاکتات داریم، یا اینکه استات زیاد بهش زدیم، مثلا میخواستیم دیالیزش کنیم، این دفعه دیالیزمون رو با استات انجام دادیم، یا اینکه اومدیم میزان زیادی خون براش ترانسفوزیون کردیم، که خب توی خون چی وجود داره؟ سیترات وجود داره و سیترات خودش میره توی کبد و تبدیل میشه به بیکربنات. حالا اگر مریضتون کبدش مشکل داشته باشه اون وقت چی میشه؟ میبینید که سیترات به میزان خیلی زیادی تو بدنش تجمع پیدا میکنه. علائم بالینیش چگونه خواهد بود؟ خب میتونه ایجاد هایپوونتیلیشن بکنه، تحول استفراغ و کلسیوم یونیزه رو کاهش میده. درمانش هم رفع علت اولیه هستش. حالا اگر که شرایط خیلی شدید بود میتونید کاسل به بیمارتون بدین، چون کلور به صورت رقابتی با بیکربنات هستش. حالا الان کلور میاد بیکربنات ها رو میریزه بیرون و خودش جاش میشینه. یا میتونید استازولاماید بدین که باعث دفع بیکربنات در بدن میشه، یون بیکربنات میشه. یا مصرف نمک خوراکی که NaCl هستش که باز دوباره چی میشه؟ کلور میاد جای بیکربنات رو میگیره. اگر لازم شد که باید دیالیز بکنیم بیمار رو، و اگر که لازم شد باید هایپوکالمیش رو درمان بکنیم یا هایپوکلسمیش رو در حقیقت درمان بکنیم. خب ما چرا استازولاماید میدیم؟ استازولاماید در حقیقت مهار کننده آنزیم انهیدراز کربونیک هستش که این آنزیم چیکار میکنه؟ موجب تشکیل اسید کربونیک از ترکیب آب و گاز CO2 میشه. پس تو کلیه ها موجب دفع بیکربنات میشه و از آلکالوز متابولیک چیکار میکنه؟ جلوگیری میکنه. همینطور کمک میکنه که ادرار بیشتری تخلیه بشه و میتونه برای پیشگیری از اسیدوز متابولیک هم جلوی افزایش تعداد تنفس رو در حقیقت بگیره. خب تا اینجا ما صحبت کردیم که چه مشکلاتی ممکن هستش که در بیمارمون اتفاق بیفته. حالا میخواییم ببینیم که چطوری میتونیم اینها رو چکار بکنیم؟ تفسیر بکنیم. در حقیقت مراحل تفسیر گازهای خون شریانی چگونه هستش؟ خب اولین چیزی که شما باید از یک دونه ABG نگاه کنید با خودتون بپرسید آیا میدونید؟
اولین چیز در حقیقت وضعیت هایپوکسی هستش، چه میزان اکسیژن در بدن فرد وجود داره. چجوری میسنجیم؟ با آزمایش ABG که در آزمایش ABG PaO2 معرف اون 3% اکسیژنی هستش که به صورت آزاد در خون بیمار داره حرکت میکنه، در خون انسان داره حرکت میکنه. SaO2 چی هستش که میتونه به وسیله آزمایش ABG به ما گزارش بشه؟ در حقیقت نماینده میزان سچوریشن یا سچوریت شدن یا ترکیب هموگلوبین با اکسیژن هستش که توسط ABG الان به ما نشون داده میشه. پس ببینید ABG الان میتونه کاملا به من بگه که اون 3% اکسیژنه و اون 97% اکسیژنه در بدن بیمارمون چقدر هستش و آیا میزانش کافی هستش یا نه. خب چرا ما معمولا ABG رو که میگیریم درخواست SaO2 رو نمی کنیم و همیشه از PaO2 استفاده میکنیم؟ علتش این هستش که به صورت نان اینویزیو، یعنی به صورت غیر تهاجمی، وقتی که شما میتونید از پالس اکسیمتری استفاده کنید، پالس اکسیمتری اون وقت الان چی هستش؟ ارجح هستش. چون پالس اکسیمتری به صورت غیر تهاجمی و بدون اینکه وارد خون بیمار بشه و بدون اینکه بیمار رو پانکچر بکنه، بدون اینکه سوزنی به بیمار زده بشه، حالا به من نشون میده که هموگلوبین با اکسیژن چقدر باند شده اند. خب بنابراین ارجح هستش تا اینکه من بیام چیکار بکنم، بیام و بیمارم رو یه سوزن بهش بزنم و میام میزان باند هموگلوبین و اکسیژن رو ازش بررسی بکنم. پس میزان SaO2 با SpO2 معمولا با همدیگه چی هستن؟ با همدیگه کاملا برابر هستن. ولی اگر شما مریضتون رو تازه اینتوبه کردید، اگر مریضتون تازه شرایطش بدتر شده و تصمیم باید بگیرید آیا من لازمه بیمارم رو اینتوبه کنم یا نه میتونم از نان اینویزیو استفاده بکنم، اون وقت چی میشه؟ اون وقت هستش که شما حتما باید یه دونه ABG از بیمارتون بگیرید. خب بعد از اینکه وضعیت اکسیژناسیون رو بررسی کردین، حالا نوبت به خود عدد pH میرسه. پس بعدش باید pH رو ارزیابی بکنیم، ببینیم آیا در حالت اسیدی قرار داره یا در حالت قلیایی قرار داره. بعد از آن باید بیایم میزان CO2 رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا اون مشکلی که اتفاق افتاده منشأش کامپوننت تنفسی هستش یا منشأش کامپوننت متابولیک هستش. بعد از اون چی هستش؟ HCO3 رو بررسی میکنیم که در حقیقت همین مسئله رو به ما نشون میده، منشأ کجا هستش. و بعد این که ببینیم که آیا مشکلی که ایجاد شده کدوم یکی از این کامپوننت ها، تنفسی یا متابولیک، کدوم یکیشون در حقیقت اول بودن و کدوم یکیشون عامل و ایجاد کننده بودن. آیا تنفسی عامل و ایجاد کننده بوده یا متابولیک عامل و ایجاد کننده بوده؟ خب مراحل تفسیر ABG رو روی این شکل هم میتونید ببینید. نگاه کنید pH نرمالمون بین 7.35 تا 7.45، PaO2 نرمالمون بین 35 تا 45 و HCO3مون بین 22 تا 26 هستش. برای این که شما یک ABG رو تفسیر بکنید، اول وضعیت اکسیژناسیون، یعنی میگید که آیا هایپوکسی وجود داره یا وجود نداره، میزان باندینگ چقدر هستش، بعد PaO2، HCO3 و pH هستش که این دوتا اینها رو باید بررسی بکنید. خب نگاه کنید اینجا رو، اولین چیزی که به شما داده میشه و اولین عدد در یک ABG PaO2 هستش یا همون میزان اکسیژن هستش که اکسیژن 3% که آزاد هست رو به شما نشون میده که حالت نرمال باید بین 80 تا 100 میلیمتر جیوه باشه. تو حالتی که بین 60 تا 80 میلیمتر جیوه باشه شما یک مایلد هایپوکسمیا دارید، اگر بین 40 تا 60 باشه مودریت هایپوکسمیا و اگر کمتر از 40 باشه دیگه سیویر هستش. اما یادتون باشه شما وقتی که به حدود 60 میرسید دیگه به عنوان رسپیریتوری فیلر یا نارسایی تنفسی ازش یاد میشه. پس
برای اینکه اولین جزء و مهمترین جزء خواهد بود در حقیقت پی ای او دو در ای بی جی و سایر موارد یه جورایی دارن به ما شرایط رو نشون میدن، یعنی من میخوام بدونم که آیا هایپوکسی اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. مهمترین چیزی که باید بهش اشاره بکنم و توجه بکنم پی ای او دو هستش. خب علائمی که میتونه بیمار من نشون بده در هایپوکسی چه خواهد بود؟ بین 60 تا 80 معمولا شما یه سردی در اندام میبینید، کمتر از 60 سیانوز رو میبینید و کمتر از 40 دیگه اختلال در شعور و آگاهی، کمتر از 30 هم دیگه برادیکاردی و ایسته قلبی رو ممکنه ببینید. اما شما کی اکسیژن درمانی رو شروع میکنید؟ وقتی که پی ای اوتوتون کمتر از چی شده باشه؟ 60 شده باشه، که دیگه اینجا تصمیم های شما خیلی مهم هستش و باید تصمیم های درستی بگیرید. چرا؟ چون پی ای اوتوی 60 یعنی اینکه میزان سچوریت شما همون 90، یعنی اگر من پالس اکسیمتری برای مریضم بذارم تو پالس اکسیمتری عدد 90 رو میخونم که دیگه حالا باید چیکار بکنم؟ اکسیژن درمانی رو شروع بکنم. خب پس مرحله اول پی ای او دو، آیا مریض من دچار هایپوکسی شده یا نشده. این هایپوکسی خیلی بهتون کمک میکنه، چون اگر مریضتون هایپوکسی نشده باشه نیازی نیستش که مریضی که این توبه هست رو اینقدر میزانه اف آی اوتوش رو بالا ببرید و اون وقت میرید توی آی سی او ها، میرید تو مرکزی که کووید بررسی میکنن، میبینید که چه اتفاقی افتاده، میبینید که همه دستگاه ها اف آی اوتو های 100 گذاشتن و چون اکسیژن ساز بیمارستان نمیتونه این همه اکسیژن رو تامین بکنه، چیکار کردن؟ کپسول های اکسیژن رو آوردن و بالای سر بیماران گذاشتن. پس نکته بسیار مهم، آیا هایپوکسی وجود دارد یا وجود ندارد؟ آیا من باید اکسیژن درمانی را شروع بکنم یا خیر؟ بعد از اون پهاش هستش، گفتیم بین 7.35 تا 7.45 طبیعی هستش، کمتر از 7.35 میشه اسیدوز و بالاتر از 7.45 آلکالوز. ولی یه نکته خیلی مهم رو خدمتتون عرض کنم که پهاش زیر 7.40 رو ما بهش میگیم اسیدمی و بالای 7.40 رو بهش میگیم آلکالمی، یعنی بین 7.40 تا 7.45 رو میگیم آلکالمی و بین 7.40 تا 7.35 رو میگیم اسیدمی اتفاق افتاده و اینها نشان دهنده این هستش که خون یک مقدار حالت اسیدی به خودش گرفته یا حالت آلکالمی به خودش گرفته، ولی این میزان در محدوده نرم خودش قرار داره و اختلال هموداینامیک یا اختلال شعور یا اختلالات جدی الکترولیتی برای بیمار من ایجاد نخواهد کرد. خب این هم که خدمتون عرض کردم که محدوده نرمال چقدر هستش، 7.35 تا 7.45، کمتر از 7.35 میشه اسیدوز، بالاتر از 7.45 هم میشه آلکالوز. خب حدودای پهاش 7.2 تا 7.55 دیگه اختلال در عمل کرده سلول شروع میشه. پس شما ببینید چقدر محدوده عملتون و محدوده سریع بودنتون و جدیتتون چقدر چی هستش؟ کوتاه هستش. یعنی شما دیگه 7.2 تا 7.55 باید به فکر اختلال عمل کرده سلول ها بشین و اونها رو باید اصلاح بکنین. اما دیگه پهاش کمتر از 6.8 و بالاتر از 7.8 دیگه معنیش چیه؟ معنیش مرگ بیمارتون هستش. خب مرحله بعد این هستش که پی 3O2 رو بررسی بکنین. یادتون میاد در مورد 3O2 صحبت کردم، گفتم 3O2 رو فقط یک نفر تولید میکنه به صورت گاز و یک نفر هم به صورت گاز اون رو چیکار میکنه؟ تخلیه میکنه و اون چی هستش؟ تنفس هستش. پس هر وقت که 3O2 مشکلی داشت، بحثی که در حقیقت نامی که بهش داده میشه همون بحث تنفسی هستش. خب ببینید اگر که CO2 افزایش بده بکنه این ور معادله، اون ور معادله هاش مثبت افزایش بده میکنه که شما میگید اسیدوز از نوع تنفسی اتفاق افتاده و بالعکس اگر CO2 کاهش پیدا بکنه این طرف هاش مثبت و بیکربنات با هم دیگه ترکیب میشن تا چی ایجاد بکنن؟
تا CO2 و هاش دو آی بیشتری رو تولید بکنن و بنابراین هاش های مثبت رو از محیط تخلیه میکنن. وقتی که هاش مثبت از محیط تخلیه شد یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی بیمارمون به سمت آلکالوز میره. آلکالوزش هم از چه نوعی هستش؟ از نوع تنفسی هستش. پس بین 35 تا 45 طبیعی هستش، کمتر از 35 آلکالوز تنفسی، بالاتر از 45 اسیدوز تنفسی رو خواهیم داشت. بعد از اون میزان CO2 هستش که بررسی کردیم. خب مرحله بعد میزان بیکربنات هستش. باید به نیون بیکربنات توجه بکنید که آیا تو حالت اسیدوز متابولیک قرار داره بیمارتون یا تو حالت آلکالوز متابولیک قرار داره یا نرمال هستش. باید میزان بیکربنات بین 22 تا 26 باشه. کمتر از 22 یعنی اسیدوز متابولیک و بیشتر از 26 یعنی آلکالوز متابولیک رو بیمار مبتلا شده. خب چطوری نگاه کنید توی تصویر، توی این فرمول رو نگاه کنید، یون بیکربنات رو ببینید. اگر یون بیکربنات خیلی زیاد بشه میاد چیکار میکنه؟ هاشای مثبتی که توی محیط هستن رو جمع میکنه، باشون ترکیب میشه و ایجاد چی میکنه؟ CO2 و H2O میکنه. پس محیط اسیدی رو اومد داخلش وارد شد، هاشای مثبت رو همه رو جمع کرد و مریض رو تبدیل کرد به آلکالوز متابولیک. اگر که هاشای کمتر از 22 باشه، حالا هاشای مثبت هیچ کسی رو ندارن که باشون ترکیب بشن، پس هاشای مثبت اینجا باقی میمونن و ایجاد چی میکنن؟ اسیدوز میکنن که منشأش متابولیک هستش. خب اینم مقدار طبیعی H3O3 هستش. مرحله پنجم مرحله‌ای هستش که باید بیسکسیس رو نگاه بکنید. یادتون باشه بیسکسیس برای تفسیر اسیدوز و آلکالوز با منشأ متابولیک بسیار بسیار دقیق تر از یون بیکربنات هستش. باید عدد طبیعیش بین منفی 2 تا مثبت 2 باشه. اگر کمتر از منفی 2 بود یعنی اسیدوز از نوع متابولیک و اگر بیشتر از مثبت 2 بود یعنی آلکالوز از نوع متابولیک رو بیمار مبتلا شده. خب گاهی اوقات بعضی از کتاب‌ها در حقیقت میگن که بیس اکسیس میتونه نماینده بهتری از بیکربنات باشه به خاطر اینکه بیکربنات یک یونی هست که خیلی ترکیب میشه و تمایلات ترکیبیش با سدیم، منیزیم، کلسیم زیاد. خب میزان بیس اکسیس در حقیقت میزان اسید و بازی هستش که برای حفظ پی‌اچ در حد طبیعی کاربرد داره و در بدن در حقیقت وجود داره و یه روش دیگه برای توصیف وضعیت متابولیک خون هستش. خب بیسکسیس اینقدر مهم هستش که به عنوان جایگزین اندازه‌گیری اسید لاکتیک هم استفاده میشه و میتونه کفایت مایع درمانی رو هم مشخص بکنه. خب بحث شکاف آنیونی یا آنیون گپ هستش که میتونه به ما کمک بکنه برای بحث درمان بیماران و نشون دهنده این هستش که در حقیقت کاتیون هایی که قابل اندازه‌گیری هستن اگر منها بشن از آنیون هایی که قابل اندازه‌گیری هستن، ما به میزان کاتیون ها و آنیون هایی که قابل اندازه‌گیری نیستند خواهیم رسید. و آنیون گپ روشی برای کشف علت اسیدوز متابولیک و تصمیم گیری جهت درمان هستش. پس اگرچه ما آنیون ها و کاتیون های زیادی داریم، اما به جهت اینکه مهمترین در حقیقت یون هایی که توی بحث اسید و باز عمل کرد دارن سدیم، کلر و بیکربنات هستش، توی فرمول نهایتاً سدیم رو اعمال کردن و سدیم رو از کلر و بیکربنات تفریق میکنن. آنیون گپ باید بین 10 تا 12 میلی اکیوالان پر لیتر باشه و اگر که افزایش اسیدهای ارگانیک داشته باشیم مثل کتو اسیدوز یا هایپوکسمی که باعث افزایش اسید لاکتیک میشه، افزایش آنیون گپ رو خواهیم داشت و اون وقت باید اون بحث اصلی یعنی مشکل اصلی رو درمان بکنیم. یعنی توی کتو اسیدوز که شما اسیدوز رو دارید و افزایش آنیون گپ رو دارید، برای درمان مهمترین چیز این هستش که کتو اسیدوز رو درمان بکنید. یعنی باید به بیمارمون مایع و انسولین بدیم و مشکل اصلیش رو در حقیقت درمان بکنیم.
یا اگر مریضمون دچار افزایش اسید لاکتیک شده باید بهش اکسیژن بدیم و تحت تهویه مکانیکی قرارش بدیم تا اون هایپوکسیش بهبود پیدا بکنه و اسید لاکتیکش کنترل بشه. خب همینطور که میبینید آنیون گپ در حد نرمالش تو بعضی از تکس ها بین 10 تا 12 تا 8 تا 12 گفته شده، میتونه بالاتر از 12 یعنی افزایش آنیون گپ، کمتر از 8 کاهش آنیون گپ و میتونه نرمال باشه. که اگر که نرمال باشه اون وقت برای درمان اسیدوز متابولیکتون باید در حقیقت چیکار بکنین؟ در درمان اسیدوز متابولیکی که تغییری در آنیون گپ ایجاد نشده باید بیکربنات سدیم برای بیمارتون تجویز بکنید، یا اگر که افزایش پیدا کرده باید بیماری زمینه ایش رو درمان بکنید، مثلا اگر دیابت داره باید که تو اسیدوزش رو درمان بکنید، یا اگر زیر تهویه مکانیکی هست باید مینت ونتیلیشنش رو افزایش بدید. اگر بیمارتون سطح آلبومینش کاهش پیدا کرده باید حتما بهش آلبومین بدید، یا اگر بیمارتون نارسایی کلیه داره حتما یه نوبت دیالیزش بکنید. پس ببینید اینطور نیستش که ما فکر کنیم که بیماری که مبتلا به کووید هست حتما فقط در حقیقت میتونه بدون آنیون گپ باشه. ممکنه که بیمار شما بیمار کامپلیکیتی باشه، ممکنه که دیابت هم داشته باشه یا نارسایی کلیه هم داشته باشه و آلبومین اوری هم داشته باشه. پس بنابراین اینها رو هم باید درمان بکنیم، یعنی اگر که آلبومین اوری داره باید اون کاهش آلبومینش رو حتما مد نظر قرار بدیم. یادتون باشه که در بسیاری از بیماران مبتلا به کووید اینها دچار کمبود آلبومین هستن، در حالی که اصلا خیلی وقتها بهش توجه نمیشه. حالا در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه که جزء مواردی هستش که خب خیلی دیده میشه. خب آیا ما میتونیم از بیماری که مبتلا به کووید هستش به جای ABG VBG بگیریم؟ بله، اگر که شما شرایط گرفتن ABG رو برای بیمارتون ندارید میتونید از VBG استفاده بکنید. مطالعات بسیاری همسانی اونها رو و هم در یک جهت بودن اونها رو برای ما نشون دادن. فقط باید چند تا نکته رو مد نظرتون قرار بدین که در VBG میزان PSO2 میتونه 4 تا 6 میلیمتر جیوه بالاتر باشه و در VBG میزان pH 3 تا 4 صدم پایین تر از pH شریانی هستش و PO2 حدود 40 میلیمتر جیوه هستش. سایر موارد یکسانه، مثل میزان بیکربنات یا میزان بیسکسیس اینها یکسان هستش. پس با در نظر گرفتن این تفاوت ها شما VBG رو هم این ABG تفسیر میکنید. خب حالا برای اینکه شروع بکنیم به تفسیر کردن، ببینید اون سیستم هایی که حالا ما برای تفسیر کردن گفتیم که اینها هم جهت هستن یا غیر جهت هستن رو کنار بگذاریم. برای تفسیر شروع میکنیم به این شکل عمل میکنیم که فرض کنید الان یک بیمار مبتلا به کووید هستش که پیش شما بستریه، پیهاش بیمارتون 7.25، 7.35 تا 7.45 نرماله، کمتر از 7.35 میشه اسیدوز. HCOS باید بین 22 تا 26 باشه. الان بیمارتون HCOS 22 میشه چی؟ میشه نرمال. PCO2 باید بین 35 تا 45 باشه، از 45 بالاتر شده میشه در حقیقت اسیدوز از نوع تنفسی. خب ببینید الان فکر کنید که میخواید رای گیری بکنید، دو تا اسیدوز داریم که میشه پس بنابراین بیمار من مبتلا به اسیدوزه. خب منشأ رو هم که با تنفسی بیان کرده میشه اسیدوز تنفسی. پس تا اینجا اوکی، اسیدوز تنفسی. اما یه مطلب دیگه‌ای که در بحث جبران اگر یادتون باشه من گفتم که همه اسیدوزهای تنفسی باید با آلکالوز متابولیک چی می‌شدن؟ جبران می‌شدن. پس چرا این اتفاق نیفتاده؟ چرا من رد پای از آلکالوز متابولیک رو نمی‌بینم؟ من براتون با یه مثال این رو روشن کنم. ببینید یک خانواده‌ای هستن که اینها الان در خوابن و یک دزدی اومده توی منزلشون و یه سری از وسایلشون و تجهیزاتشون رو برداشته و برده. خب ولی این خانواده الان در خواب هستن. خب چه اتفاقی میفته؟ آیا میتونن جبران اون چیزهایی که از دست رفته رو داشته باشن؟ خب قطعا نمیتونن جبران بکنن چون هنوز خوابن. دقیقاً اینجا هم وقتی که شما میبینید که میزان بیکربنات 22 یعنی عددش نرمال هست، معنیش همینه، یعنی این که سیستم متابولیک به صورت کامل الان خوابیده و هنوز بیدار نشده، یعنی هنوز در جریان قرار نگرفته که این اتفاق افتاده. پس بیمار شما دچار یک اسیدوز تنفسی هستش که جبرانی
برای این مشکلش به عمل نیامده، پس میشه اسیدوز تنفسی جبران نشده. خب حالا با همدیگه این رو تفسیر میکنیم. پهاش 7.32 که پس میشه 7.35 تا 7.45 نرمال، 32 میشه چی؟ میشه حالت اسیدوز. HCOC بیمارتون 18، بین 22 تا 26 نرماله. الان شما کمتر از 22 رو دارید که میشه 18. بنابراین بیمارتون دچار اسیدوز از نوع متابولیک هستش. خب PCO2تون 40ه، یادتونه 35 تا 45 چی بود؟ نرمال بود. حالا الان بیمارتون CO2ش تو محدوده نرمال هستش. خب ببینید، میخواید رأی بگیرید، الان رأی گیری میکنید، دوتا اسیدوز دارید، منشأتون هم که چیه؟ متابولیکه، پس میشه اسیدوز از نوع متابولیک. خب یادتونه بهتون گفتم که اون خانواده الان خواب هستن و هنوز بیدار نشدن تا اون اجناس از دست رفته رو در حقیقت بهش برسن. پس این اسیدوز متابولیکتون چه اتفاقی براش افتاده؟ جبرانی براش در کار نیستش، در حالی که اسیدوز متابولیک باید توسط آلکالوز تنفسی چی میشد؟ جبران میشد. خب حالا این رو با خودتون تفسیر بکنین. پهاش 7.62 میشه آلکالوز، بالاتر از 45 شده. HCOC که میشه آلکالوز متابولیک، PCO2 36 که میشه نرمال. خب دو نفر رأی به آلکالوز دادن که بیمارتون چه مشکلش آلکالوز متابولیکه و یکی از پارامترهای شما چی هستش؟ نرمال هستش. پس بنابراین بیمارتون دچار آلکالوز متابولیکی شده که جبرانی در کار نبوده، جبران نشده.